اگر بیاید دوباره تو صفحه اونجایی که داریم کار میکنیم فولدر 14 یا پوشه 14 این بالا نگاه بکنید. از این بعد اگه خواستید بدید من کدوم فولدر هستم این بالا رو نگاه بکنید. توی اکسسوار فایل ها فولدر 14 هستیم الان. من میخوام چیکار بکنم؟ برای هر کدوم از این دگمه ها یه آیکون بسازم. اگر بیایم اینجا توی CSS که دیگه نه توی کامپوننت. توی کامپوننت بیایم اینجا گلیف آیکونز رو بزنید. گلیف آیکونز. گلیف آیکونز اینجا واقعا به به نگاه بکنید چند تا آیکون رو از شوبس شما بوتستراپ ساخته و از فانت استفاده کرده و فقط شما برای اینکه ازش استفاده بکنید باید کاری که بکنید اینه که این تکست رو اینجوری کپی بکنید و داخل کلاس بندازید و ازش استفاده بکنید. خب اگر ما این یکی از این رو انتخاب بکنیم ببینید مثلا برفرض شما میخواید بذارید ببینیم ما یه آیکونی داریم که شاید واسه مثلا میبینید پلی یه همچین چیزی میتونید درست بکنید برای دلار پاوند این واسه اتچ کردن. خیلی خب فیسبوک و توییتر رو نداره میخواستم دنبالش بگرم. میگه برای استفاده کردن ازش یه تگ اسپن احتیاج دارید و داخل تگ اسپنتون خب یه همچین کلاسی رو مینویسید. تموم شد رفت دیگه. بقیش رو واسه خودش نوشته دیگه چیکار بکنه. میبینید میگه اینجوری چجوری استفاده بکنه ازش. کلاسی داریم داخل اسپن. این اسپن اینجا شروع میشه تا اینجا. کلاسی داریم به اسم گلیف آیکون و گلیف آیکون دوباره و خط فاصله استار. دیگه نمیدونم والا چرا این رو و دوباره این رو با هم دیگه دوباره باید بنویسیم. ولی خب این گلیف آیکون کاری میکنه آیکونش رو میسازه، یه چیزی دور و برش میکشه، یه پدینگی چیزی میده و این شکل رو میندازه داخلش. حالا این استار ستاره هستش. خب من میام اینجا چیکار میکنم؟ چند تا کلاس رو اینجا وارد میکنم واسه یه بالا. خب من این اینجا یه اشتباه کردم، خب آخر برش میدارم. توی تگ H4مون یه اسپنی رو من باز میکنم و داخل این اسپنمون هیچی نمینویسم، فقط کلاسی که من بهش میدم کلاس کلیف آیکون پوش پین هست. پوش پین چیکار میکنه نگاه بکنید. میریم اینجا یه ریفرش میزنیم، پوش پین یه همچین آیکانی رو اضافه میکنه و واقعا قشنگه. یعنی اینو اگر من چقدر بزرگ بکنم، یا تو میاد فرق وکتور و بیت مپ رو به شما گفتم، الان 500% من بزرگش کردم. ببینید بالا عکس، میبینید این عکس وقتی اسکیل میشه کیفیتش از دست میره، ولی این وکتوره ببینید کیفیتش از دست نرفته. من 500% بزرگش کردم. 500% این عکس، میبینید کیفیتش از بین رفته. میایم پایین پایین یه جا هستش، حالا بذارید بگردیم دنبالش. فکر میکنم اولین آیکون نگاه بکنید، این الان کیفیتش هیچ فرقی نکرده به خاطر اینکه عکس نیست. خب قبلا از پنگ استفاده میکرد یا از پی ان جی استفاده میکرد، ولی چون الان دیگه استفاده نمیکنه این کیفیتش هیچ فرقی نمیکنه و یکی از بهترین روش ها هست توی بوتستراپ 3. میایم پایین دوباره واسه یه تگ H4 یه بعد از این یه اسپن درست میکنم، داخل این اسپن یه گلیف آیکون اوکی درست میکنم. اسم این گلیف آیکونی که ما درست کردیم اوکی هست که یه تیک هستش که اینجا اگر ما بریم اگر خواستید آیکون رو پیدا کنید اوکی رو بزنید. اولی فکر میکنم این گلیف آیکون اوکی اینجاست، میبینید که ما از این استفاده کردیم. حالا دیلیت ریموف هم اینجاست، ریموف زومین، خیلی از اینا رو میتونید استفاده بکنید، مثل آف آن خیلی به درد بخور هست. بعد میایم پایین دوباره از این تگ H4 داخل این یه اسپن درست میکنیم. کلاسی که ما به این میدیم کلاس هارت هستش که یه قلب رو اینجا واسه ما بندازه و آخری هم اسپن کلاس کاتلری که قاشق چنگاله فکر میکنم. نگاه بکنید درست کاتلری اصلا خودش یعنی قاشق چنگال. خب این از این اسپن ها رو گفتم داخلش چیزی ننویسید. اگر داخلش چیزی بنویسید مثلا اینجا می‌نویسم سلام، اگر داخل اسپن چیزی بنویسید می‌بینید قاطی میشه و این میفته پایین و این فونت اصلا کلن تغییر پیدا میکنه. واسه داخل اسپن هیچی ننویسید، ولی اسپن ضروریه و اگر نباشه ما برفرض این رو امتحان میکنیم الان نباشه چه اتفاقی میفته. میام به تگ خود H4 میدیم
و این اسپن رو از بین میبریم. ببینیم چه اتفاقی میفته. نگاه بکنید. این از بین رفت، یعنی بولد بودنش از بین رفت و این فاصله هم از بین رفت. پس این اسپن خودش میگه که احتیاج هست، به خاطر همینه که فاصله بده بهش و آیکون شما رو بتونه درست بکنه. پس اینم از این آیکون ها.